بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حضار گرامی، برادران مؤمن، به سلسله جمعه های گذشته در مورد اهمیت دعوت که الله متعال پنج صفت ممتاز پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک آیت سوره احزاب بیان میکنه، سری صفت شاهد بودنش سخن گفته بودیم. امتیاز یا خصوصیتی که الله متعال، مقام و منزلتی که الله متعال برای پیامبر صلی الله علیه و سلم داده بنابر کدام اوصاف است؟ صفت شهادتش تشریح کرده بودیم که الله متعال پیغمبر خود را خطاب میکنه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. دوم صفت ممتاز پیامبر صلی الله علیه و سلم که همه انبیا علیهم السلام در این صفت ها شریک هستند، الله متعال بیان میکنه مبشرا و نذیرا، ما تو را روان کردیم مژده دهنده و مردمی که دعوت میدی تو پیام خوشخبری، سخنایی که واقعا در ذهن ازوا تاثیر میگذاره. یقینا پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها بیان جنت بر ما نمیکنه، بلکه اگر ما در دیگر ثمراتی که الله متعال به انسان بخشیده هیچ نظری نکنه، تنها تأمل و فکر دایی بکنه که الله متعال یک عمل بنده خود چقدر کرامت میبخشه و چقدر ثمرات و نتایج مرتب میکنه، انسان بجز از اینکه اعتراف بکنه که الله متعال یقینا ذات کریم است و انسان مجبور می سازه به ای که یک امر الله متعال هم از پیشش ترک نشوه و در یک چیزی که الله متعال منع کرده انسان دست خدا پیش نکنه. عجیب خوی این است که ما را هم الله متعال پیدا کرده و تمام کمالاتی که ما به دست میاریم توسط اعضای وجود ما، امی اعضا را هم الله متعال بر ما داده. مهارت و سلیقه پیدا کردن یا کسب کمالات، این هم الله متعال بر ما داده. از ذات خود ما چیزی نبودیم، الله متعال بود که انسان کرامت بخشید، مخلوق ممتاز
در بین تمام کائنات جور کرد شد و این قوت برش داد که در دنیا حاکمیت بکنه. دادم از جانب الله، ملک و مالم از الله متعال، تنها برای تو بنده فرمان میده اینی مقدار مالت بگی در اینجا مصرف کو، اینی مقدار علمت که برات داده شده دینمی را مصرف کو، اینی مقدار نفوذ اجتماعی یا قوتی که داری امیر در فلان نقطه مصرف کو. صرف به استعمال امو نعمتی که الله برات داده، الله متعال نه تنها عوض و بدل یک چند میده، بلکه الله اعلان میکنه من جاء بالحسنت فله عشر امثالها. عزیزان گرامی، اومالی را که ما کمایی کردم با کدام سلیقه، با کدام مهارت، نه خودم خود پیدا کرده بودم، نه اسباب کسب و پیدا کردن ما خود پیدا کرده بودم، نه راه کسب ما خود فهمیده بودم، همه و همه از جانب الله متعال است. ولی بازم به ما او تو می فرمایه نه تنها که بده اکتفا شو، مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، یک دانه را میکاری هفت خوشه ازی بالا شو و ده هر خوشه صد دانه باشه، دف صد چند یک عمل نیکی و مالی تو برسه، بلکه به این اکتفا نشو. والله یضاعف لمن یشاء، الله دو چند میسازه، زیاد میسازه به کسی که الله اراده بکنه. حرکت بندی خدا مشاهده میکنه، اخلاص و نیت بندی خدا الله میدانه، محل مصرف الله میدانه، در کدام موقع و زمان این دانه را مصرف میکنه کلش الله میدانه. اکتفا به افسد ام نیست، بلکه بالا میره. ایو نمو عظمت سخاوت الله متعال بالای بندگانش است. ما و تو بنده بعد از این احسان و نعمت بزرگ الله چه قسم برد گنجایش داره او بری خود روا میداری که همچو عملی که الله برد پاداش چندین چنده برد میده، بازم تو قرار بشینی دستی تبسته بکنی، علم تبسته بکنی، دعوتی تبسته بکنی، نفوذ اجتماعی تبسته بکنی، از آن چیزی که خیر تو و بخلوق الله متعال میرسه به خاطر رضای الله امو کمالاتی تا قربانی نکنی. آیا مؤمن؟ معلوم شد که این مؤمن اگر اینمی قسم اعمال در زندگی خود انجام داده، معرفتش با الله ناقص است، الله را نشناخته. اگر الله را میشناخت یقینا بعد از او میدانست که یا الله این کمالات برای ما به این خاطر دادن نشده که ما ای را ذخیره بکنم، بلکه ای را درای تو مصرف بکنم. این مصرفی ما دو فایده داره، دو نتیجه داره، سبب مدح هم در دنیا، سبب حفاظت مصیبت ها و بلاها در دنیا، سبب زیاد علم و مالم و برکت در مال و اولادم در دنیا، اما بزرگترین نتیجه در آخرت است که سبب نجاتم در آخرت میگرده. چطور یک انسان ای امور را ترک بکنه؟ برش بیان شده تو در منزل روان استی، اونجا قیدگیری هست، شرط و شرایط هست، ویزه نداشته باشی از تهارت تو را پاهم نمی کنه، پس روانت می کنه. در ممالک دنیا ما تیاری می گیریم، پاسپورت طور جور می کنیم که مطابق قانون بین المللی باشه، یک در نامت اشتباه باشه نمی پذیرت، پس رد می کنه. آیا در نظام الله متعال که هیچ چیز از پیشش خطا نمی خوره، در نظام الله متعال که رشوت وجود نداره، در نظام الله متعال که کمپیوترها خراب نمیشه، او کمپیوتر الله متعال است، تو بنده چه قسم در حالت غفلت قرار داری از اون نعمتی که الله برات نصیب کرده استفاده نمیکنی؟ بزرگترین نعمت الله تر مؤمن ساخت، عقیده صحیح و درست نصیبت کرد. ای برادرم که در این مسجد میایی افتخار داری، از نقطه دور حرکت میکنی، حرکتی تا آغاز میکنی، در نو بجه تو حرکت کرده ای و میگی که ما یک نماز طوری میخوانیم که سنتای پیامبر صلی الله علیه وسلم مکمل عملی شوه. چطور راودار نیستی که از این دعوت خود فایده و ثمره به یک برادر مظلوم دیگه که در تاریکی قرار داره تو ای از این نفع به او نرسه؟
آیا از این حدیث بزرگ پیامبر که دنیا داد میزنه و کل بشر مواد را تهیه کرده سال به سال اضافه میکنه، این ماده این ماده این ماده برای حفاظت حق یک فرد، یک فرد انسانی در جهان. اما پیغمبر ما ضرورت به ساختن مواد نداره، ضرورت به اضافه کردن مواد نداره. در یک کلمه جامعه مکمل مسئولیت یک مؤمن مشخص میکنه و مؤمن بعد از تعمق و تفکر در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم درک میکنه که ما در برابر برادر مسلمان خود چی مسئولیتی دارم. لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه. ایمان کامل نمیگرده تا وقتی که آن چیزی را که برای خود میپسندی خوش داری او را برای برادر مسلمانت بپسندی و خوش بکنی. الله اکبر. اگر به یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل شود، در دنیا ادناترین نزاع، جار، جنجال، نفاق، جنگ، جدل قطعا وجود نداره. چرا در حق مردم تعرض کنم؟ خودم نمیخوام کسی سری حقم تعرض کنه. چرا سری خواهری مردم نظری بد داشته باشم؟ خودم نمیخوام کسی به خواهرم بد نظر بکنه. چرا؟ چرا ما به برادر مسلمان خود غیبت و دروغ فریب بود دجل بکنم در حالی که نمیخوایم برادر دیگه در حق ما بکنه؟ موضوع حل است. در دنیا نزاهی دیگه موجود نمیشه. اما تأسف در اینجاست که این سخنان گوهرواری پیامبر در بین کتابات توسط محدثین بزرگ روایت شد و در سر انواری در اوجه قات شد، به این ملت گفته نشد، به این ملت فامانده نشد. ملت مسئولیت خود درک نمیکنه، وظیفه خود نمیدانه که ما چی انجام بدیم، چی بکنیم. جناب عالم 20 سال تیر کردی، اطور سختی ها را تیر کردی که نان پیدا نمی کردی، 14 قسم طعام یخ در یک ظرف جمع کردی، کتو لایموت خورده رایی بودی، این علم برای چی آموختی؟ کدام عقیده توحید الله را به این ملت که همیشه در شرک افتاده تبلیغ کردی؟ علمای ما هر کدام تلاش داره و مردم ثابت میکنه دعا به هیئت اجتماعی هست یا نه، توسل به قبرا و به ذوات فاضله هست یا نه، یا محمد گفتن هست یا نه. انشالله یک جمعه را باز اختصاص میدیم به این مسائل که گوشای شما یک کمی باز شوه، که مردمی که قوم خود به چشم سر میبینه که به قبر سجده میکنه در شرک افتاده، و شرکی که تمام اعمالش برباد میسازه، و شرکی که قرآن بیان میکنه اینه ما یشرک بالله فقط حرم علیه الجنه. غمی برادر مسلمان تعظیم نگاه بکو که اگر شرکت الله سرش جنت حرام کرده، عالمم رساله چاپ کرده رایستی، مردم با تشویش انداخته رایستی. اگر مردم هوشیار باشه تنها به این میفهمه میدانه که آیا امر اتفاقی که یک فرد مسلمان در او نزاع و اختلاف نداشته باشه سری از او عمل بکنه، یعنی که طور چیزی را عمل بکنه که بعضی مردم او را شرک میگه و بعضی مردم مطلق روا میگه. نیکه و بابیت هم مستحب بودن و سنت بودن و واجب و فرض بودنش ثابت نمیتانی که هر قدر زور بزنی فقط بگوی که محض روا است. اما چرا ای طور رای را انتخاب نمیکنیم که یک نفر در او اختلاف نداره؟ ما از الله میخواییم ولله الاسماء الحسنا، قرآن بر ما میگه برای الله نامای حسنا و بهتر است. فدعوه بها، الله متعال مرا فرمان داده که به اسماء و صفات الله دعا طلب بکو. ضرورت ندارم جناب محترم که عالی تو بر ما ثابت میکنی که بله به حرمت فلانی و برکت فلانی و طفیل فلانی این دعام جایز است. ما پشت جواز نمیرم، ما فرمان الله خدا گرفتیم، در اون موسعله ایش داخل نمیشم که اختلافی علما دایش وجود است که بعضی روا و بعضی ناروا میگه. ما او رای را انتخاب میکنم که الله برم فرمان داده. جناب عالم به ای امت تشویشا را خلق نکنه، به ای امت ای امت طرف شرک دعوت نده. توسل به ذات فاضله، کدام زن به نزد تو خو به زن تعلیم حرام است؟ از خانم نکشیدی ترجمه قرآن خو ملایتم نفهمید، درس حدیث خو به هیچ کسی نگفتی. واکی در قبر میره توسل میکنه یا استغاثه میکنه، از قبر طلب میکنه یا قبر وسیله قرار میده؟
تو را بلا قسم اگر عالم هستی جواب بدی. دیگه بریم اردوی ما یک جا دمو زیارت های نام نهاد تو قرا میشینیم، مردم میایه از اونجا حاجت های خود میخواه چی میکنه، کم کم از پیشش سوال میکنیم که اون مردم با کدام مقصد رفته. جنابی عالم چی ضرورت است پول مصرف میکنی؟ خدمت عزیزه بکو که دوستی تقاربت لااقل برادر مظلوم مسلمانت در شرک واقع نشوه. در آخر امریک از دنیا رحلت میکنه، یقینا کلمه توحید الله، عقیده توحید الله در زبانش جاری باشه، قلبش مملو از یکتا پرستی باشه. چی ضرورت است رساله را علی دعا به حیات اجتماعی هست یا نه؟ دعوا چیست؟ حدیث از کجا میاری؟ چی را ثابت میکنه؟ عوام فریب نده. منظورم چیست برادرای مسلمان؟ الله متعال پیغمبر میگه وظیفیت بشارت است، مژده بده به یومت، یومت آگاه بساز که ای مخلوق پیدا کرده الله متعال استی، نعمت هایی که براتون داده شده از طرف الله داده شده، اما این نعمت ها را الله پس از شما خریداری میکنه، علمتان خریداری میکنه، مالتان خریداری میکنه، قوتتان خریداری میکنه، نفوذ اجتماعیتان خریداری میکنه. در بدل شما خبر داری اگر در دنیا هیچ چیزی برات میاثر نشوه، اطور نتیجه و اطور عوض میده که در او وقت و زمان کل جهان اجا بکنی و یک نعمت الله برابری کرده نمیتونه. شما بگوی که امروز اومد کدام طرف روان است، کدام جهت روان است، از کدام نعمت الله در رای الله مصرف کرد؟ از علمش، از دعوتش، از مالش، از چیش در رای الله استفاده کرد؟ اومد چرا خواب است؟ داد از محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم میزنیم، آیا تحقق پیدا کرد امیگه؟ آیا کدام روز ما مبشر شدیم؟ آیا یک برادر مسلمان خود هم متوجه ساختیم که اومد در کدام مصیبت و بلای بزرگ قرار داره و تو توانمندی از این را داری که یک گوشی از این مصیبت موتوم دور کده بتانیم، ذریعه و سبب برای دور کردن مصیبت جور شویم، بیکی موتوم دست به دست بدیم؟ تأسف است یک تعداد دوستای ما نه تنها که دست به دست نمیده، اون کسایی که دست داده با تو در تلاش عزیز که دستی از دورم از تو بکنه دیگه طرف منصرف بسازه. دعوتگر اگر واقعا تو دین الله را دوست داری، اگر واقعا تو واقعا جهاد الله را دوست داری، نکو مراکز دین تخریب نکو، نکو طایفه که دست به هم داده و مبارزه داره در یک شاخه، در یک میدان با کفار مبارزه داره، امور نکو تخریب. سعیست اگر این طایفه واقعا ملامت است، در او سنگری تفنگ قرار نداره، در سنگری قلم قرار داره، نکوه بلا قسم پیش الله رفته نیستی. برادری دعوتگرم بدون مسئولیتی تعدا کو، پیامبر مبشرام است، مردم بشارت داده، ترغیب داده، نعمتای الله را، جنتای الله را برش پیش کرده، قرآن سراسر از بشارت پر است. جزی اولی قرآن که شما مطالعه میکنی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، قرآن امیر یاد میکنه بنی اسرائیل، ترغیب میده بنی اسرائیل نعمتای الله را که مسرتان کردن در یادتان خوب یاری. از اینکه در نعمت بزرگ کدام است؟ در فضای قرار داریم الحمدلله، به طریق استقلال انجام احکام اسلام در سر میرسانیم. آیا از این نعمت برادر دیگه خود خبر کردیم؟ کدام روز تلاش کردیم؟ در پیش بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه عمه، بیا به خاطر رضای الله یک شوروای تلخ جور کو، طلب کو، یک عالم هم در پالوش طلب کو، سوالا بکو، سوال بکو که شبهات از وارف شد، برای از وام اوکی بده، بگو چیز اشتباهی که داری این میدان است. کردیم همی کاره؟ ما تو کو کاره نکردیم، خود فامیدیم تاپی تکفیر گرفتیم، تاپی کفر زدن، مشرک بودن گرفتیم، هر کس که مخالف نظری تست مشرک کافر گفته. کدام رای پیامبر ما پی بودیم؟ آیا ما بشر بودی تو؟ آیا به این مردم بشارت دادی که توحید الله چی پیام داره، چی عاقبت و انجام درست داره؟ بیای یقینا دست بدیم،
دست بدیم به او دوستان ما که آل هم و جای الله به قبر صدا داره. کلان کنندی اولاد خود الله را نمیدانه، آقا را میدانه. مشکل حل کنندی مشکلات خود الله را نمیدانه، نعوذ بالله صاحب قبر را میدانه. بیا ما چی کردیم؟ والله خود جواب داده میتونیم. ای دعوت، ای رسالت، ای دعوت خود تکمیل کردیم. بیا به هوش بیایم، بیدار شویم، دست به دست بدیم. مبشر است، پیامبر بشارت میده، خب ای که فرد نمیشه. طبیعت های انسانی متفاوت است. یک شخص گپ قبول میکنه در رای حق میه توسط ترغیب، اما شخص دیگر طبیعتی سخت داره، بشارت ها خوشش نمیه، ترس از عذاب خیلی زیاد در قلبش تاثیر داره. وظایف انبیاء علیه السلام در پالی بشارت نظارت هم است و نذیر ها. پیامبر علیه السلام الله خطاب میکنه، تو رو روان کردیم نذیر. هم پیامبر قوم خود در کوی صفا بالا نکرد، آواز نداد، برای هر کدام هر خیل علایده علایده نام نمیگرفت. چی برش میگفت؟ بلدنگ میداد. ما اگر وکیل شویم نواسه بی بی خود هم نمیمانیم تا که وظیفه در دولت برش پیدا نکن. الله اکبر. یکی از دوستا الله در عمرشان برکت پرده، بصیرت کامل در ذهنش خلق شده بود. من موجود بودم در مجلس، اقارب خود جمع کرده بود در درس. بسیار یک دلیل معقول، بسیار یک دلیل قناعت بخش، ساده آسان ذهن فهمه بیان کرد. گفت دوستا اگر یکی از ما فامیل از اقارب مریض شویم و در شفاخانه بروه، شما اقارب برای عیادت و پرسانی از او حتما میروی یا نه؟ آیا شده میتونه که در بینتون یک نفرم در خانه بشینه برای عیادت پرسانی او مریض نروه؟ کلگی گفتن نه. گفت اگر امو مریض در امو موقع که در شفاخانه قرار داره به خون ضرورت بکنه، به پول ضرورت پیدا شوه، همه ما میدویم از جیب بندلای پول میکشیم و میگیم که تو باش یک اقارب ما حیاتش پس برگرده، از دنیا رحلت نکنه. همه تو رست یا نیست؟ گفت بله. گفت چرا؟ دوستا وقتی ما غم جسمی ای قریبی و رشتداری خدا میخوریم که جسمش آرام شوه، جسمش تندرست شوه، مریضیش از بین بره، آیا کدام روز برای مریضی روحی ای قریبی خود ای رشتدار خود فکر کردیم؟ که قلبن مریض است، از نگاه دین و ذهن مریض است، انجام و سرنوشت این مریضی خو وفات است. به سختی و به تکلیف اگر بمره الله معافا میکنه، اگر مؤمنی واقعی است خود جنت هم الله برش میده. اما این مریض اگر از دنیا بره جایش جهنم است، راهی هم نداری برای خلاصی. چرا ما تصمیم نمیگیریم برای نجات اقارب؟ به اقارب خود میگه ما شما را دعوت دادیم، به این خاطر دعوت ندادیم میمون خانه را براتون نشان بدم، به این خاطر دعوت ندادیم که ما این امیر رقم هستیم. به الله قسم احساس مسئولیت دینی کردیم و خود در این راستا ملامت در مقابل شما میدانم که من عقیده حق فرا گرفتم، اما یک روز شما را جمع نکردم در یک مجلس و فضای صمیمیت و دوستی شما را دعوت ندادم و این خاطر این مسئولیت خود ادا میکنم. شما ببینید اگر این نکات ما برای دوست خود ارائه کنیم، ما دوست خود با عزت و احترام در خانه طلب بکنیم. جناب موحد تو توحید و یکتا پرستی الله را یاد گرفتی، محبت پیامبر و سنت پیامبر در قلب جا گرفته، هر مرتبه ای که تو یک نماز میخوانی بسیار خوش میشی، احساس آزادی میکنی، احساس قبولیت دعا و عبادتی تا میکنی. برای برادر مسلمان دیگر رشتدار قریبیت امیر میخوای یا نمیخوای؟ بگو. نذیر است، صفت پیامبر نذیر است. نذیر مطلق ترساننده را نمیگه، در پشت دیوال پنهان شو که من که آمدم اوک و سرما که من خیز بزنم بترسم. نذیر ترسانندی از روی دلسوزی را میگه. بچگه که دلبی تنور رسیده نزدیک شده قریب میفته وی میکنه می دست میگیری.
بچگه خومی ترسه خود تو از کمال دلسوزی ای صدا را کرده ای. به خاطر نجات بچت خیز زده ای. به خاطر نجات بچت آواز بلند کرده ای. پیامبر دلسوز است. دعوتی از او نشأت از قلب میکنه، از دلسوزی میکنه. امروز سخنای ما تاثیر نداره. مردم نمیپذیره. چرا؟ یقیناً و کیفیتی که در دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم موجود است، در دعوت ما وجود نداره. سخنای ما کوفتای دل کشیدن است. عقده هایی که در دل است میخواهیم او را و بیان خود از دل خود بکشیم. هیچ نوع تاثیری نداره سخنای ما. اما پیامبری طور نبود. پیامبر سخنای عادی میزد، اما آنقدر محصر، آنقدر تغییر و انقلاب در وجود مخاطب می آورد که دیگر جان خود گرفته نمی تونست. علت ای بود بسیار دلسوز. از روی شفقت و ترحم سخن می گفت. درد داشت، درد نمی خواست ای برادر مسلمانش در آتش جهنم بسوزه، رای جهنم در پیش بگیره. و می خواست اگر ما رای حقیقت پیدا کردیم روان استم، قریب و رشتدار من بعد روان باشد. الله اکبر. داخلین مرحله پیامبر کاکای خود اعلان نمی کنه، بلی کاکا میگه که کاکا یک مرتبه رو بگو که لا اله الا الله، الله اکبر، عقیده توحید اعلان کو که در روز قیامت سفارش کرده بتانم. چی پیام داره بر ما در روز قیامت؟ کسی که عقیده رو نداشته باشه ولو در مقام و منزلت خیلی عالی قرار داری، برای اوتر کسی شفاعت هم کرده نمیتونی. اما ابو جهلا، ابو لهب ها در گردوبر یو تر مردمان ننگ داده را ایسته که دین آبا و اجدادتو ترک میکنی. امروز طایفه ها و قریبای ما همی قسم در ننگا گیر آمده. این مردم هایی که دعوت به شرک میده واره به ننگ بسته کرده، براشان میگه دین آبا و اجداد، دین آبا و اجداد. کدام آبا؟ کدام اجداد؟ دا آبا و اجداد ابراهیم خلیل الله بود. حنیف، حنیف، حنیف. مطالعه کو زندگی ابراهیم خلیل الله را، چطور بابا بود؟ در جمله بابا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. چطور زندگی داشت؟ کدام بابا؟ بابایی که نه قاعده نورانی را یاد نداشت، الف بی را هم خوانده نمیتونست، نمیشناخت. کدام بابا؟ مناسب شما را ترغیب میده بابا؟ کدام بابا؟ بابایی که قرآن برات میگه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. کدام بابا را پیروی کنیم؟ قرآن میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کدام شخص است که از روش، از طریقه، از نظام ابراهیم خلیل الله سرپیچی کنه، اعراض رو گردانی کنه، مگر کسی که خودت حماقت زده؟ یقینا ابراهیم خلیل الله الگو و نمونه برای پیروی است. چرا؟ الله برگزیده و لقد اصطفیناه، نه تنها در دنیا، در آخرت هم، فی دنیا، در دنیا هم برگزیدیم. امتحانات الله را تکمیل کرده، راه و طریق زندگی را به مردم رسم کرد ابراهیم خلیل الله. مبارزه از کجا شروع شد؟ از پدر شروع شد، با قوم، با دولت، میده کدن بطها، ترک کدن وطن برای دین الله، آباد کردن کعبه، خواهش نفسانی از بین بره، محبت زن او طرف شوه، گذاشته شوه، محبت اولاد نباشه، ذبح بکنه. کدامی ما تیار هستیم؟ امروز رسم و رواج قومی تو را نمیگذاره که عمل به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بکن. فقط امی بر مردم برم بد میگه. الله برد بد نمیگه؟ از الله حراسی نداری؟ در پیش الله روبرو شدنی نیستی؟ از قوم میترسی؟ کلا قطعا نه و مبشرا و نذیرا. پیغمبر نذیر است، به دلسوزی دعوت میده. الله متعالی شیوه و صفت نصیب ما بکنه. چهارم صفت و داعیا الى الله، دعوت دهنده به سوی الله. الله اکبر. نقطه جالب است، دقیق است، باریک است، هر کس متوجه به این گپ نمیشه. امروز زیاد دعوتگرا داریم. نزدیک انتخابات که شوه، وکیل صاحب میایه، تو میگی به خورده کم سلام میده، در سرش دسته میکشه. به فقیر و دیقانم السلام علیکم، السلام علیکم میگه. آنقدر خودم و توازی کمین
و مردم معرفی میکنن که انشالله اگر بر آرای شما آمده پارلمان رسیدم این کوچگک هایتان ایتر پخته کنم، جاگک کی مرا بگیره، خانگک کی من بگوی سرای راحت شما باشه. اما چهار روز بعد دعوت به سوی خود میداد، به سوی چوکی خود میداد. چهار روز بعد در خانه که تک تک میکنی مصروف است، خواب است، در دوبای است، وقت نداره، خارجی ها پیشش آمده. باز بیچارگک سالا تیر میشه، این مردکر یک مرتبه مگرم در تلویزیون داشته باشی ببینی، در تلویزیونم القومش اینی قدر کلان شده، داد عظیم میزنه چه رشوت هاست در دولت. رشوت ها در دولت از تو کیستی؟ اینه میگه دعوت به سوی شخص. ما گروه ها را دیدیم، دعوت به سوی تنظیم است، دعوت به سوی استاد مولوی صاحب خود است. حالا مولوی صاحب بزرگی از او را بیان میکنه، دعوت به سوی پیر صاحب است. الله اکبر، یک عجیب. ای پیر صاحب خبر داری؟ ای ما چند نفر روان شدیم، در دل ما گشت که امیم روز پیر صاحب برای ما شعله میداد تلخ، اونجا که رفتیم شعله تلخ موجود بود، پشتی گب نگرد. دعوت به سوی بزرگی بیان کردن پیراست، دعوت به سوی الله نیست، برای بیان بزرگی الله نیست، برای یکتا پرستی الله دعوت وجود نداره، برای عملی کردن احکام الله دعوت وجود نداره. پیامبر صفتش و داعیا الالله. گاهی مردم نگفت ای مردم بیای بر ما سجده کنی، بیای دستای مرا بوسه کنی، بر ما کلیتان یک دفعه بخیزی. الله اکبر. صحابه پیشنهاد داره، پادشاهای فارس دیده، روم دیده، قیصر دیده، که اونجا برای پادشاه بر چفک مردم استاده سجده برش میکنه. خود پیشنهاد کردن برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله، و مردم ها خود برش سجده میشن، در حالی که وا اهلیت و لیاقت سجده را نداره. و تو خو الله متعال این کمالات برد داده که در مخلوقات بگوی اما گل بالا کیست توستی، اما مقام بالا برای توست، تو لیاقت یزیره داره که ما برش سجده کنیم. پیامبر چی میگه؟ اگر سجده برای غیر الله جایز می بود امر میکردم زنا را که سجده برای کی بکنه؟ مردا. اما سجده حقیقیست؟ گاهی مردم دعوت نداد، تأسف است. امروز نه تنها جناب پیر و مولوی و عالم، خوجه و میا و ملنگ که به خود به سجده مردم دعوت میده، ایره خوب بگذار، ملاهایی که در گرد و بریش است و مردم دعوت میده، میگه پایایش بوسه کنید، دستاره خوب بگذار. ادب تکمیل نمیشه تا وقتی که ذکر الله را میکنی چهره ای جناب در ذهنت بگیری الله بگو. الله هم باز آخر نمیشه، هو هو هو، آخرش گپ در جای دیگه میرسه. اگر چهرهش نبینی نعوذ بالله، نعوذ بالله، باز مشابه میشه به حیوانات که اینجا صدا از کیست. آخر همی عقل، همی منطق، همی استعداد، همی کدام طرف میره؟ آخر با این کتاب الله حالا موی مبارک آمده، شفاست ده آب پرتیست، شفاست ده آب پرتیست. کی گفت؟ کجا شد موی مبارک؟ کدام سند ثابت میکنه؟ الله متعال قرآن خودش میگه شفا اون لما فی صدور، از این شفا حاصل کردی؟ و قلبت که مریض بود از این قرآن شفا برای خود گرفتی؟ با کتاب الله چی معامله کردی؟ کتاب الله متروک شد، دعوت هم از کتاب الله ما نگرفتیم. دعوت امتیازات یا خصوصیت دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم است، دعوت به سوی منافع شخصی نمیده، دعوت به سوی الله است. الله اکبر. امروز در جهان هر کس که دعوت میده یک چیزی یا بلدنگ یا مال و متاع دنیا را به مردم پیش میکنه که این طور است، این طور است، این طور است، همی گپا را برش بیان میکنه. پیامبر دعوت که میده برش میگه اولین دفعه که تو کلمه لا اله الا الله را به زبان میرانی دیگه مورد امتحان الله قرار میگیری، پدر دست خانه میکشه، مادرت میگه دیگه شیر خدا نبخشیده، دیگه روز پدر اعلان میکنه که بچه‌م عاق است، برادر تو را میگه که ما و تو دیگه برادری نداریم، قوم اعلان میکنه که مردکر از این قوم بکشه. این دین جدید آورده، عجیب گپا میزنه. پیغمبر دعوت به مردم داده، نه وعده زنه داد، نه زره داد، نه زمینه داد، نه ملک داد، نه مال داد، هیچ دعوت وعده را نداد، وعده به ای داد که آخر نتیجه کشتن است.
تعذیب میشی، شکنجه میشی، تکلیف میبینی، ایرا میپذیری نمیپذیری. یکی از جمله دانشمندای اروپایی در مورد زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم تحقیق کرده، یکی از نشانه های پیروزی دعوت شبیست، گفت حقانیت دعوت پیغمبر در این نکته بود که در دنیا هر طایفه، هر شخص، هر فرد که میخیزه مردم دعوت میده. یکی از جمله امور ظاهری و مادی را به مردم وعده ها میده، اما پیامبر به کسی وعده نداد که بیا تو اسلام بیار دختر برد نکاح میشه، اسلام بیار مال برد داده میشه. پیامبر دعوت داد، گفت بیا تو شکنجه میشی. نتیجه آخر شهید شدن است. الله اکبر. ای کاش که امو لذت دین، امو لذت عقیده در قلب ما یک کمی استحکام پیدا میکرد که مثل بلال واره در سر ریگا مردم کش میکرد، روغنا و خونای ما در سر ریگ روان میبود، خو ما میگفتیم احد احد، ما الله را میخواهیم. امروز در رای دعوت چی؟ چی تکلیف کمایی کردیم؟ بگوی چی درد دیدیم؟ سیرت رسول الله مطالعه میشه، برای چی مطالعه میشه؟ سیرت رسول الله مطالعه شوه که ما بدانیم که پیامبر با کدام روش و با کدام سختی و تکلیف بیان دین الله را در پیش مردم کرده، در حالی که تکی تنها مونس هم نبود، کسی هم نبود که قطعش بشینه، همین درد دل خدا برش قصه کنه، بغیر از کی؟ خدیجه الکبرا رضی الله عنها. الله اکبر. شما سیرت را بخونی، سیرت را به این حیثیت نخونی که در مسابقه تاریخ یاد داشته باشم، سیرت از این حیثیت بخونی که چراغ زندگی خود قرار بده. پیغمبر چطور زندگی کرده بود؟ من همون زندگی را از خود میکنم، من در مورد پیغمبر قدم میگذارم و چون پیغمبر را دوست دارم، شمایل، اخلاق، حلیه، همه راههایش زیر مطالعه قرار میدم. راز کامیابی دعوت پیغمبر در کجا بود؟ همون نکته ها را من خود بررسی میکنم، باید به موشه و قدم بگذارم. افسوس امروز در میدان دیده نمیشه. وسائل برای دعوت آنقدر الحمدلله سهل آسان شده. آیا تا طایف مثل پیامبر ما پیاده سفر کردیم؟ امروز توسط انترنت بتانم سخن خود در دقیقه فوری امیالی بیانم حتی در امریکا پخش شوه، میتانم، دسترسی دارم. الله اکبر. موتر در پالویم است، قلم در پالویم است، موبایل در پالویم است. من بسیار تشویق شدم، من بسیار ترغیب شدم، برای من بسیار شجاعت داده شده. مردم برای من در تلفن میگم مولوی صاحب شاگردی، میمری کارت موبایل تستم. سخت در شرک واقعی بودم، بالله قسم دین نمیدانستم. فهمیدم که دین چی را میگه. من میگم الله اکبر، ما واری مردم گناهکار، سخنانی که به هیچ وجه هماهنگی و موافقت و برابری با سخنان گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره، ولی با این سخنان ما گناهکارم که مردم گوش میمانه، چطور خیر ما آرام بشیم؟ چطور ما یک لحظه خدا آرام تیر کنم؟ الله اکبر. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم علی رضی الله عنه بچه کاکای خدا، داماد خدا، شخصیتی که واقعا خیلی دوست دارش، روان میکنه طرف خیبر، چی پیامبرش میگه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ادعوهم، دعوت بده امی اهل خیبر تو، ای علی رضی الله عنهم، بسوی چی؟ لا اله الا الله، که و عقیده توحید الله را بپذیره و اخبرهم بما یجب علیهم، خبر بده به آن چیزی که سرشان واجب است. خب بعد از او برش چی پیام میده؟ ای دعوت که تو میدی، ای وظیفه را که اجرا میکنی چی است؟ لئن یهدی بک الله رجولا واحدا، اگر الله هدایت کنه با واسطه تو یک شخص، خیر لک من حمر النعم، بری تو بهتر است از شطرای سرخ کرده، بهتر است از شطرای سرخ کرده، انفسترین، قیمت بهاترین
نایابترین مال در او زمان امی شطور بود. خوبی برد بهتر است. شطور مالی دنیا چند روز است. شان و شوکت سرش میکنی لیکن یک روزی میروی. اما هدایت یک شخص که نجات از عذاب جهنم میابه. ای برای تو خوب نیست؟ ای برای تو خوب نیست؟ بلکل خوب است. ما اگر عقیده حق در قلب ما یقینا ریشه گرفته ما را آرام نمیگذاره. این روشنی است. این روشنی همیشه پرت نمیمانه. شعله هایش از یک روزنه نه از یک روزنه بیرون میبره. یک روز خدا پنهان کنی، دو روز خدا پنهان کنی، روزی سیوم پنهان نمیشی. موحد خدا پنهان کرده نمیتونه. با جز از اون مردمایی که از مداهنت کار میگیره، افشا میشه، در خانه پدر افشا میشه، در بین قوم افشا میشه، دعوتش علنی میشه. پیامبر همینطور دعوت داده بود. صحابه کرام اینمی قسم پذیرفت. سحری فرعون وقتی که حقیقت دین درک نکرد، در سجده نفتادن. آلی ترسی فرعون در ذهنشان است؟ نه، او قسم ها میخوره که ما شما را در شاخهای خرما اعدامتان میکنم، آویزان میکنم. گفت تو چیزی را انجام میدی که در دنیا اختیارش داری، فقط ما را آویزان که میموریم. اما رجوع ما به سوی کیست؟ الله تعالی است. امروز چرا امی عقیده را ما از خود نکردیم؟ چرا امی پیام الله که رجوع ما به سوی الله است؟ امی نعمت بزرگ دوستی خدا آگاه بسازیم، قریب خدا آگاه بسازیم، دعوت ما به سوی الله باشه و یک تاس پرستی الله. آیتی که براتون خواندم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. برادرم وظیفه کی را پیش میبری خبر داری؟ وظیفه انبیاء علیهم السلام. وظیفه انبیاء علیهم السلام را پیش میبری. هر پیغمبر الله میگه ما روان کرده در قوم چی برش پیام دادیم؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوم در رأس دعوتتان، در سر دعوتتان ای سخن وار از وار بدون تأمل، بدون وقتیر شدن برای مردم بیان کنی که اعبدالله، یک الله را عبادت کنی. وجتنی با طاغوت، از طاغوت اجتناب بکنی، درو بکنی. طاغوت چی را میگه؟ هران چیزی که بناحق پرستشش میشه، از سنگ، از درخت، از چشمه، سمی دلدل، شاهی مردان، چی چینارا را مردم چی میکنه؟ اولیای کرام پیغمبران علیه السلام طاغوت گفتن نمیتانیم. چرا؟ و دعوت نداده، راضی نیستن. اگر چی مردم برای از وای عبادت بکنه، در وقت حاجت ها برش آواز گفته شوه، او طاغوت گفته نمیشه. او چی است؟ اونجا طاغوت شیطان است که به وسوسه و به شبهه ها ای آدم مبتلا به عبادت صالحین و اولیا و پیغمبران دوچار و مبتلا ساخته. طاغوت اینجا شیطان است که او را فریب داده. بله، اگر انسان ها خدا کلان میتراشه مردم به سجده خود دعوت میده، به این دعوت میده در وقت ذکر چهره ما را بگیری در نظر، به این دعوت میده در وقت مشکلاتتان حتما به ما آواز بده، و به این دعوت میده که وفات کدم و فلانی مرض سر شما آمد و در قبر من آمده، با زیموار خودتان هستی، ملامت خودتان هستی. اینطوری دعوت ها را که میده این طاغوت است. قرآن بیان میکنه هر پیغمبری دعوت داده. ما هم تابعدارای پیغمبران علیهم السلام هستیم. دعوا داریم که در پیروی پیغمبر قدم میگذاریم. واقعا دعوت دادیم؟ با چشم سر میبینیم مردم چی میکنه، چی انجام میده. یک روز خدا آماده برای دعوتی از او نکردیم. امیم دفع میرم و بسیار عاجزی تواضع قطش میشینم، سخن قطش شروع میکنم، برو اگر قطی چپلا قام زد خیر است، اگر مرا از دستم کش کرد از خانم بیرون کرد خیر است، یک چند دشنامم که داد زد خیر است. امی همه گپارا به خاطری که بگه دین الله متعال چی میکنم؟ قربان میکنم آبروی خدا، لطی خدا، عزت خدا. بگه فدای چی میکنم؟ دعوت دین الله میکنم. الله اکبر. دعوت دین الله را بده. بله، که در روز قیامت الله از آبرو و عزتت خود دفاع بکنه که آبرو و عزتت تو قربان کرده بودی به خاطر دین الله. دعوت به سوی الله، اولین دعوت به سوی الله است به توحید الله. مردم، برای مردم بشناسان که الله ذاتی است که هیچ کس
در عبادت شریک شده نمیتونه نمستحقش است. لااقل اینقدر با مردم بفهمانی تا آلیده مادری ما بر ما میگه بچه کجا روان هستی؟ مادر جان میرم در چین، در پاکستان، در هندوستان، در کانادا. خب برو الله و سخی صاحب ترا به خیر خوشی بیاره. یک روز مادری تا نگفتی که او مادر جان آیا الله اینقدر قدرتش ضعیف است که مرا به خیر خوشی پس آورده نمیتونه تا که قوت سخی صاحبم قطعی الله یک جای نباشه؟ گفتی این را مثالا برتان میگم که ما چی مسئولیت داریم حتی در خانواده خود. داعی به سوی الله باشه، برای احکام تعمیل احکام الله دعوت بده. بیکی نمی حکم الله متروک است، بیکی دستیکی بکنیم امیر عملی بکنیم. بی دعوت به سوی الله، دعوت به سنت رسول الله، در دعوت به سوی الله شامل است. سنت رسول الله را که میبینی متروک است، دست به دست بده دوستا را با هم یک جا که بیا امی سنت پیغمبر است بالکل متروک شده. این مردم کلگی وضو کرد، صد نفر یکیش مسواک نداشت، چطور کنیم؟ والا مسواک چند روپه قیمت داره؟ ده روپه. 1000 روپه خو من انشالله دارم، 1000 تو که 2000 چند دانه مسواک میشه؟ 200 دانه مسواک، 200 نفر توزیع میکنم. ترغیبان برش میدم که مسواک سنت رسول الله است، مفید صحت هم است. ما اقدام کردیم برای عملی کردن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تلاش کردیم. بیا همی صفه که جور میکنیم چه قسم جور کنیم؟ طریقی پیامبر صلی الله علیه و سلم چه رقم است؟ ما دعوت بدیم به سوی الله. خب به اذنی نکته دیگری که در اینجا هست، دعوت پیامبر به سوی الله هست. دعوت به سوی شخص، منافع شخصی، منافع قومی، منافع سیاسی ای گپا نیست، فقط دعوت به سوی دین الله هست. خب چه رقم دعوت میده؟ از خود راه را انتخاب میکنه؟ نقشه ها میریزه؟ نه، به اذنه. کدام حکم پیامبر است که به مردم بیان میکنه و بدون اذن الله و امر الله باشه؟ خو نیست. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اما اینجا چرا الله متعال در مسئله دعوت کلمه به اذنه را میگه؟ به خاطری که تاثیر گذار شوه. زمانی که دعوت از جانب الله باشه و تو را دعوت میدم، تو درک میکنی که اوه یادم ای گپی که برای من میزنه ای گپی شخصی از این نیست، این برخواسته از مفکوره و ذهن خودش نیست. چرا سخنی که برخواسته از مفکوره خود آدم باشه تو میگی من یک انسان هستم مثل از یاره؟ همون مفکوره کی داره؟ ذهن کی داره؟ من دارم. شده میتونه سخن من از این کده قوی تر و راستر باشه، از او خاطر نمیپذیری. ولی وقتی که برات میگه که نه، حکم الله متعال شده، آل زینت بلکل میپذیره، میگی که دعوت از جانب الله داده شده. پیامبر راضی کامیابی دعوتش امی بود که مردم به حکم الله دعوت داد. 40 سال در بین مردم با کمال تقوا، امانتداری، صداقت، اخلاق نیک و زیبا که خرد و کلان اهل مکه بلکل ایره تصدیق میکنه و تسلیم است، خود دعوت نداده. یک روز کسی را نگفت که ما شما را به این قسم، به این چیزا دعوت میدم. زمانی که پیام وحی الله آمد دعوت شروع کرد. خب امروز دعوت ها چه رقم دعوت میشه؟ جناب پیدا میشه به مردم چی میگه؟ ما در مرحله رسیدیم که هر چیز از سینه خود میگیریم، به قرآن ضرورت نداریم، به رسول ضرورت نداریم. دیگه سوژه اعلان میکنه بسیار ریاضت میکردم، خوش داشتم در قبر برم، زیارت ها میگشتم، ریاضت میکردم، سری خود بند کرده بودم، گوشت میوارا تا آماره. یک روز همینطور برآمدم که میبینم که دنیا نورانی است، عجیب روز است، هوا معتدل. سعی میکنم که همه ما حول خودم نور مشاهده میکنم. 3 دانه آواز شد برم. یک آواز شد که او بخی خوکده مردم دعوت بدید. کجا؟ در خود پرستی، در سجده کردن به خود. دو آواز دیگر را پنهان کرده میره به مردم نمیگم. و دو آواز دیگه خبر داره، در یکیش دعوای نبوت خود میکنه، باز در دیگه‌اش دعوای الوهیت خود میکنه. به حیا واره. او وقت باز میگه امی مردمی که مردم دعوت به خود داده، در انجام دمی کابلتان امو جناب پیر صاحبی که اول میگفت من شما را میرسانم قلبایتان پاک شود، در آخر امر ادعا نکرد که سخن ما سخن کیست؟ الله. کلیپش موجود است، با علمای اهل تشیع مناظره داره. امو جوانا که مریدایشان است
گفت الله حلول کرده در وجودی کی؟ جناب فلانی خان. و آلی فلانی خان که سخن میگه سخنی کیست؟ بگوی دعوای الوهیت شاخ داره؟ رنگ داره؟ حالی همین ملت کدام طرف گم است؟ چطور راه را هیچ پیدا کرده نمیتانه؟ آیا پیامبر به این عظمت خود کدام وقت گفت؟ که الله در وجودی ما آمده؟ حالی که سخن هم میگم سخنی من نیست سخنی کیست؟ اینجا الله تکلم میکنه نعوذ بالله. الله جسم داره؟ منزه هست. الله مشابه مخلوق شده؟ میتونه؟ لیسه که مثلی شیعون و هو السمیع البصیر. ولی با تأسف ملت در اینمی قسم تاریکی قرار داره. ای برادر مسلمانم، نه تنها کیو از بین رفته، امروز در شهر کابل کم از کم در 50 نقطه همچو حلقات وجود داره و امید دعوت ها داده میشه. خود تو مسلمان غمی دنیای تا بکو، غمی موتری تا بخو، غمی تا بلدنگی تا بخو، در تلاش عزیبی چه قسم یک زن به خود بگیرم، چه قسم خود آراسته کنم کالا. 4 ساعت تن و دموی شانه کدن تیر میشه و 5 ساعت دیگه هم در کالا پوشیدن. آخر ملت کدام طرف داره؟ تو مسئولیت نداری؟ بچه کاکای موتوس، بچه مامای موتوس، لا اقل همسایه، لا اقل مشترک در الفاظ کلمه است. و هم لا اله الا الله را میگه و توم لا اله الا الله را، اگرچه او مفهوم و مقصد لا اله الا الله را تا آلی را درک نکده و تو درک کده، باید مفهوم لا اله الا الله را به او برسانی، بیان کنی و مسئولیت خود ادا بکنی. انشاءالله جمعه های آینده انشاءالله این سلسله دعوت، طریقه دعوت و مسئولیت دعوت، چه قسم دعوت داده شوه، منهج دعوت، کلش انشاءالله اگر حیات باقی بود الله توفیق شامل حال ما ساخت ای را تکمیل میکنیم. سوالی کسی روان کرده، سوال کرده که نیت کردن در نماز چه حیثیت داره و آیا جای نیت در کجاست و به زبان نیت کردن در شریعت اسلامی چه حکم داره. برادر ما که سوال کرده، سوال خیلی نیک و زیباست، انشالله در جمعه های آینده همچون سوالات جریان داره برای از اینکه معلومات برای دوستا حاصل شوه. نیت قصد میگه، قصد قلب میگه و خودت گفته که محل نیت کجا است. نیت میگه به خاطر یزید شریعت که یک عبادت از عبادت دیگه جدا شود. وقتی که تو قصد میکنی یاران نماز سنت میخوانی یا فرض، نفل میخوانی یا فرض، تمیز میگه جدایی در بین عبادت ها میگه و گاه به خاطر جدایی عبادت از عادت میشه. یک آدم همون طور میره گرمی کده در او خودم میندازه پس میبره به ای او انداختن خود، ای آدم نماز خوانده نمیتونه. چرا؟ قصدی پاک کردن خود نکرده، قصدی سرد شدن خود کرده. اما کسی دیگری میره غسل میکنه و او نماز خوانده میتونی. عمل یک عمل است در آب انداختن، اما در یکی قصدی پاکی را کرده، در یکی قصدی سرد شدن. جدایی یکیش عادت شد، دیگهش عبادت شد. اینجا فرق در بین عبادت و عادت میاد. و دیگر در نیت تمیزی معبود از معبود است. برای کی عمل انجام میدی؟ برای الله یا برای کسی دیگره؟ از همون خاطر یک عبادت بدون نیت صحیح شده نمیتونه. ضروری است هیچ عبادت بدون نیت صحیح نمیشه. اما نیت محلش کجاست؟ من یک مثال ساده میدم. وظیفه گوش شنیدن است، وظیفه چشم چیست؟ دیدن. اگر ما همینجا بگویم که چشم شنیده میتونه و گوش دیده میتونه، درست است یا خطا است؟ وظیفه زبان گفتن است، وظیفه دل اراده و قصد کردن است. نیت خو قصد گفته بود، پس محل صادر شدنش کجا جور شد؟ دل جور شد. از دو خاطر محلش زبان نیست که به زبان گفته شود. علما الحمدلله، بسیار علما، حتی علمای مذاهب اربعه خصوصا در مذهب حنفی، ملا علی قاری رحمه الله در زیر حدیث انما الاعمال بالنیات نوشته میکنه که نیت کردن به زبان بدعت است. چرا بدعت برش میگه؟ به خاطری که یه عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم و بعد از او تابعین و تبع تابعین کسی هم این را انجام نداده و این مفاسد بزرگ زبان نیت به وجود آورده. مردم سجده تلاوت قرآن کریم سجده تلاوت هم میکنه، باز نمیکنه سجده تلاوت. چرا؟ میگه نیتی شاد ندارم. و جناب محترم آیت خواندی داخل رساندی، حالی قصد کو که من سجده تلاوت هم میکنم در دل، الله اکبر بگو، سجده کو. در جنازه حاضر هستن، جنازه استاد پیش بیا، جوانا استاد است، بیا جنازه بخونه، نیتی جنازه را یاد نداریم. خو نیت خو قصد قلب میگه.
از امو خاطر ده یک عبادت نیت بلفظ نامده. اگر چی ده حج لبیک حجتن او عمرتن میگه او به منزلی تکبیر است که ده نماز الله اکبر میگیم. از او خاطر نیت در زبان بدعت است، ای ده زبان کرده نمیشه. اونجا قرائت امام شروع و اینجا تو نیت کردم میسازم. یک کس یک واقعه را نوشته که در حرم میگه یک نفر استاد بود، نفر دیگه هم در پالویش بود، او به زبان نیت میکرد، یکی شروع کرد که نیت کردم ادا میسازم چهار رکات چی دو رکات نمازی فرضی جمعه پشتی حاضری اینمی امامی حرم و روی امام طرف یمی کعبه و خالص برای الله متعال. او مردکه پس اعلان کرد استای خدا، میگه برش گفت که بیادرکم یک چیزی از پیشیت ماند، تاریخ هم ذکر کو، اینی ساعت، اینی روز، اینی ماه، اینی سال، اینی ترگپار هم بگو، کالای تم ذکر کو که با این کالای نمازم میخوانم. این رنگا را گفته را ایستی. عجیب است، در بدر شد ملت توسط این گپا. نه، نیت قصد قلب میگه. زمانی که موت امیالی در نماز جمعه همی که میخیزیم، برای چی میخیزیم برادرها؟ او چند رکات است نماز جمعه؟ امیر قصد کرده الله اکبر گفته میشه. الله متعال کلگی ما را سری احکام دین بفهمونه. این سلسله سوالا ان شاء الله ادامه پیدا میکنه. اینی قدر گپ براتون حاصل شد، یکی از خاطرات خود هم براتون میگم. در اون زمان خرد بودم، من خودم هم میگه پاره نمیفهمیدم که یک کتاب فقر کم کم میخوندم. در پالویم یک ریش سفید از قوم ما بود، الله مغفرت کنه کل اهل اسلام، بسیار آدم دیندار بود، تکبیر اولا را همیشه میگفت، شب و روز در قرآن تلاوت قرآن مشغول بود، اما زبانش کم کم بند نشد. ای که تکبیر خودش گفت شروع کرد به نیت. شما باور به الله بکنیم، ولی امام در رکوع رفت او نیتش تکمیل نشد که نیت میوکه نیت میوکه زرد اخلاصه تا که در اوجه رسید. عجیب است، الله متعال رحم بکنه که امت از همه مسائل دین آگاه شوه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. ويزهو الزهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب. ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها. ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان.